یک سلام گرم رسه به دوستای نازنین و مهربان و مادرای قند. خب امروز میگم که با طفلک های نوزاد فیلن طفلک ما دونیم ماست فیلن طفلک ما دونیم ماست و طفلک ما شکر الحمدلله خوب استراحت میکنه و دل درد هم نیستن و هیچ گیریه هم نمیکنه، خوابم زیاد میکنه، آرام هم است. وقتی شیر خدا میخوره بسیار آرام است، یعنی بسیار نرمی نمیکنه. دلیلش ایست که وقتی که طفل ما به نو به دنیا میایه ما زیادتر هزار چی میترسیم گیره نتیم بوده مدیم نخیلی. اگر طفل نوزاد بسیار دلدردی داره، خود روزهای حوالش زیره تا در روز حوالت شما باید مسکه بدین، حتی تا میتونین شما که تا 40 روز شما ایره مسکه بدین. مسکه را که میدین برابر دانه نخود که تنزی کلککتان میگیرین در دانش که هم کامش بالا شد، در قسمت کامش میگیرین که بچوشه بخوره و رودای زی نرم شود، چرب شود. چون طفلی که به دنیا می روده های زی خشک میباشه و میگن که تا 4 ماره دلدردی داره و این همه نرمال میباشه. مادران میشینن شب تا به صبح نرم خوی میکنه، روز هم روز هم طفل به تکلیف است و هم مادرم خانواده. وقتی که شما این طفل تا 40 روزه اگه شما مسکه بتین روزانه هینقه بسیار کم نیم نخواد بتین، رودای زی نرم تر میشن و طفل اگه ایسال تر باشه بهتر تر است و نترسین بر خطا نشید. طفل بخاطر ایسال میباشه که او شکم روده هزو پاک میشه، شست و شو میشه و اگه شما پریزان نمیکنین، شما صرف پریز اگه میکنین از چیزای سرد پریز کنین، چون به خودتان زیادتر نقص داره. لوبیا و نخود چون بسیار ثقیل است به خودتان نقص داره، چون مادرای کل عادت میکنن حداقل تا 2 هفته 3 هفته یا تا 40 روز بسیار قبضیت خراب می داشته باشه و این چیزای ثقیل اگه بخورن و یخنی خوبیاز می خورن طبعا او قبضیت می داشته باشه. این نرمال است و خودش نرمال جور میشه و طفلا هم اینه می دل دردی داره. گریواتر یک چیز خوب است، در جاهایی که گریواتر پیدا میشه شما گریواتر بتین، هم طفلا چاق میکنه هم به صحت مندی طفل است که طفلا خوب خواب میبره و اعصابش آرام میباشه، دل درد هم نمی باشه. و جونی بادیان در خانه اگه دارین گلواتر نداشتین، جونی بادیان جوش بتین، از طرف صبح یک دو قاشق بتین، یک دو قاشق از طرف شب وقت استراحت برش بتین و بعد از 40 شما اگه میخواین به غذا بیارین، درست است که تا 4 ماه تا 6 ماه طفل به غذا نمیرن، مگر من حوردی بعد از 40 ماه برازی سیریلاک شروع کردم. سیریلاک برابر از 1 قاشق یا 2 قاشق من برازی میتم. قاشق چه قسم؟ که 1 قاشق چای خوری خورد من در 1 گلاس بندازم برابر 1 سی سی هاو جور میکنم که از 2 قاشق زیاد نشه. 1 قاشق من شروع کردم، بعد از 2 قاشق آل ماهیره اینا دونی ماست، من برازی 5 قاشق میتم، 5 قاشق سیریلاک میتم، نه زیاد میتم که ایره قبضیت کنه، در جانش نشینه، خرابش نکنه و نه کم برش میتم، هم شکمش سیر میکنه هم یک عادت میکنه و ای به 6 ماگی یا 4 ماگی ای عادت به غذا پیدا میکنه، چون شیر مادر زیادتر کافی نمیباشه به طفلک. درست است که زیادتر آن میگم شیر مادر کفایت میکنه، مگر هم بسیاری طفل هستن که بعد از 4 ماگی ذائقه را میفهمن و زیادترشون شیر نمیخورن، سیرلاک نمیخورن، غذا زیادتر نمیخورن و بسیاری طفل ها کس میخورن. مگر من طفل که من بخاطر از امی کسر طفلت اولی من تجربه کرده بودم که طفل من همه شیر نمیخور، شیر خشک نخورد، سیرلاک نخورد، دیگه ساکودانه نخورد، زوفان برش میدادم بسیار با مشکل برش میدادم، کوام وقتی که دل درد می بود یا زیاد ایسال می بود برش زوف میدادم. اگر طفلتان زیادتر ایسال بود زوف که روغن پخته کنین، روغن مسکه کمی بندازین زوف برش بدین. اگر قبضیت بود ساری ببخشین، اگر قبضیت بود زوف که روغن پخته کنین، اگر ایسال بود زوف خالی پخته کنین، ده او کم بودن بر طفل بتین، ببینین نتیجه شد که چقدر زود تاثیر میکنه. یکی طفل که هست که ایسال میباشه که بیخی مثل هاب میایه، او برش نقص میکنه چون ها وجود خشک میکنه، ها وجود طفل خشک میشه و بسیار تشنه میشه، بسیار گشنه میشه، از ایف میشه، وزن میبازه. مگر طفل که ایسال بود وزنش کم نبود نرمال است، یعنی کدام نقص نداره. و اگر طفل زیاد قبضیت هم باشه، هز 2 روز زیاد که قبضیت شد هم طفل زیاد تکلیف میده. 2 روز که گذشت شما میتونین که برازی مسکه بتین یا زوفه که مسکه پخته کنین برش بتین. دیگه ما طفلکم دونی ماسته، ما برازی هم زوف میتم اگر که شکمش مشکل داشته باشه، اگر زیاد قبضیت شود
برای زوفا کت مسکه پخته میکنم یا صبحانه برش مسکه میتم، شبا هم یکم اکه مسکه میتم که زود ایره عمل بتم. اگر صبح ایره من مسکه بتم شب ایره تا شب اکی ایره عمل داد باز مسکه نبیتم میشه. و یا اگر زیاد دل درد باشه توپیت میتم، مثلا بادش میبرایه بادخ در خارج میکنه زیاد توپیت میتم، من برش جونی بادیان جوش میتم، یک دسی قاشق جونی بادیان میتم برش. و گریواتر که هست شما میتونید گریواتر داشته باشین، یک قاشق صبح گریواتر برش بدین، یک قاشق شب گریواتر برش بدین، چاش سه وقت هم میتونید برش گریواتر بدین. هم خوب استراحت میکنه هم آرام میباشه. و تا 40 روز دیگه من هر هفته من طفلک من حمام میدادم. در افغانستان یک رواج است که میگه طفلها را شما در 20 تا بندازین، در 30، در 40، در یا نه، در اون گپا نیسته. همین هر وقت دلتان شد شما میتونید طفلتان وقتی که عرق بوی میده عرق میکنه، چون استراحت که میکنه طفلا زیادتر عرق میکنه و به کالای تازه ضرورت داره که هر روز شما کالای زور تبدیل کنید، یا از طرف صبح یا از طرف شب کالای پاک برش بپوشانید، خصوصا از طرف شب که کالای پاک بپوشانید بسیار برش مفید است و بسیار خوب استراحت میکنه و طفلا زیادتر پاکی را خوش دارن. جانکش پودر میزنید، کالای پاک برش میپوشانید و دفته یک بار یا دو بار اگر ما این کدام مشکل نداره، هیچ کدام نقص نداره. ببینید که همیشه پاک نگاه کنین و ما در ویدیوهای ماندیم و اگر نماندیم براتون نشان میتم که بینید تا چه قسم که پختگک پاک میکنیم، چوبک گوش پاک میکنیم، پختگک شکم نگاه میکنیم که هم نازکتر شد و هم پختگک کشتی شد و بینیش پاک کنیم که احساس نفس تنگی بکنم. وقتی که در کدام صورت ها میتونید که هوای خانه نرمال است و کالایش هم خوب است، چون همیشه بینی طفل بند میباشه. بینی طفل بخاطر بند میباشه که ما برای زیر سرش بالش نمیمانیم، در زیر سرش کم بالش ببانیم و سرش کم بالاتر باشه تا که طفل درست تنفس بکشه. اگر که طفل زیادتر راست خواه کنه اولمو است که بندش بینی از زیادتر میشه. دیگه در بیرون که میبرین کوشش کنین که شمال اگه در بیرون بود دماغ شفت کنین که شمال بیرون نزنه و طفل ریزش زکام نشه. از پیشتان طفل زیادتر از سر سردی برش پیدا میشه و خنک میخوره و از دماغ ریزش زکام که میشه از دماغ، چون شمال که اگه در بیرونش در دانش بره یا در بینیش بره ریزش یا زکام یا سینه بغل میشه. خود تشکر دوستای عزیز، خدا کنه که مشوره ما درست بوده باشه، تجربه خودم است که ما براتون که شما با اشتراک ماندیم و ما از این تجربات بسیار فایده های دیدیم و بسیار راحت هستم. فعلا تفلک ما میبینین دیگه نام خدایش و بسیار راحت و خوش هستم. تشکر. سابسکرایب مرا فراموش نکنین، مرا فالو کنین و من بسیار کوشش میکنم ویدیوهای آموزنده و ویدیوهایی که تجربه خودم است که از شما دوست شریک بسازم. خداحافظ و الله نگهدارشون.